سناریویی که با واکنش گسترده حامیان امام و انقلاب روبرو شد محمد علی انصاری عضو دفتر امام خمینی رحمت الله علیه در واکنشی به معرک گیری رسانه های بیگانه حول فایلی صوتی که در آن حقانیت اعدام منافقین تروریست در دهه شست مورد حجوم قرار گرفته تأکید کرد محتوای این فایل لبریز از غلط و تحریف است محمد علی انصاری اعلام کرده این ماجراجوی پرتحریف بعد از 28 سال آن هم وقتی که سردم داران استکبار و تکفیری ها با منافقین نشست و برخواست می کنند است برای احیای منافقین اما حقیقت ناب و پاکیزه امام بزرگوار با این تحریف ها و ترفندها ها مکدر نمی شود موسوی بجنوردی هم که در زمان امام خمینی رزوان الله تعالی علیه عضو شورای عالی قضایی بوده در واکنش به جنجال رسانه های بیگانه و ضد انقلاب به برخی عناصر منحرف گفته است منافقین رزلترین و خشنترین گروهی بودند که به محاربه با نظام اقدام کرده بودند آقای موسوی بجنوردی گفته است این جنجال در روزهایی که منافقین جلاد و آدمکش، کش آلت دست حکام سعودی شدند و دشمنان ایران و انقلاب عملا در صدد احیای جریان نفاق هستند از هیچ پشتوانه عقلی، ملی و شرعی برخوردار نیست و خدمت سریح به دشمنان است. موسوی بجنوردی در گفتگو با سایت جماران گفته مرحوم حاج احمد آقا که در این جنجال مورد هجوم قرار گرفته از پاکترین و مهربانترین شخصیت های سیاسی کشور بود حجت الاسلام مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی هم در یادداشتی نوشت ترفند شکست خورده بنگاه سخنپراکنی انگلیس در برخورد با امام بزرگوار ملت ایران گویا بنای توقف ندارد مسیح مهاجری نوشت اکنون ماجرای اعدام منافقین تروریست در دستور کار این روباه مکار قرار گرفته و با استناد به جملاتی از افرادی که با تصور باطل به فکر کسب اعتبار برای خود و ضربه زدن به نظام برامده اند بار دیگر در صدد ضربه زدن به امام خمینی برامده اما این بار نیز دشمنان ایران و انقلاب به همراهان خواسته یا ناخواسته آنان راه به جایی نخواهند برد